با درود به هممیهانانم در تلویزیون اندیشه و برنامه همبستگی نو که ما با اتفاق یارانم در تلویزیون اندیشه بیش از 4.5 سال هست که این برنامه رو ادامه دادیم و خوشبختانه بعد از اون فیلم ها و برنامه هایی که از جلسه های سندیکایی داشتیم و آموزش های سندیکایی میدادیم که چطوری یک سندیکایی رو سر و سامون بدیم، چطوری یک گروه کارگری رو سر و سامون بدیم، یا چطور یک فریاد اعتراض دادخواهی رو به گوش مردم برسونیم. خوشبختانه این امروز روزگار دیگه در صدها شهر ایران اون فریادهای دادخواهی که ما میخواستیم رو مردم ایران دارن میزنن. علاوه بر اونها اعتصابات کارگری که در بخش حمل و نقل، بخش نفت، بخش پتروشیمی، بخش گاز، بخش مترو، کارگران شهرداری که حقوقشون عقب میفته، شرکت های اتوبوسرانی مثل سندیکای کارگر شرکت واحد که هنوز هم یک پیش قراول جنبش کارگری است با اعتصابات روزانه و هر روز و تظاهرات هر روزشون، همکاران من در جلوی شورای شهر و در جلوی به اصطلاح شهرداری تهران، این راه گشوده شده و از یک سندیکای کارگری امروز در ایران به ده ها سندیکای کارگری، اتحادیه‌های آزاد، شوراهای کارگری رسیدیم. همچنین بخشی از خانه کارگری ها هم که حکومتی بودن ولی دیگه پول مفت بهشون نمیدن و امکان ندارن که دیگه مردم رو دوباره بچاپن و تو جیب این شورایهای اسلامی بگذارن، از بدنه همین شوراهای اسلامی کنده شدن و به جنبش طبقه کارگر ایران پیوستن. علاوه بر اون خب خوشبختانه میبینیم دلاورانی هم پیدا میشن، مثلا در سندیکای نیشکر هفت‌تپه خوزستان، اون آقای اسماعیل بخشی دلیر که میاد و فریادهای کارگران رو به اوجش میرسونه و میگه ما دیگر به دنبال دستمزد و حقوقمون فقط نمیایم، ما از این به بعد میایم که دفاتر رو اشغال کنیم، میایم که شما مدیران دوز رو از شرکتها بیرون کنیم، میایم که با شجاعت و شجاعتی که داریم اختیار کارخانجات رو خودمون به دستمون بگیریم. یک تلفنی از داخل ایران 098 من دارم در آغاز برنامه، ببینیم اگه وصل بشه و صحبت خوبی داشته باشن گوش کنیم با هم. بفرمایید شما در تلویزیون اندیشه برنامه همبستگی نو روی ایر هستید، صداتون رو همیهنان میشنوند. بفرمایید. متاسفانه از داخل گویا که اطلاعاتی ها خطای داخل کشور رو قطع میکنن. به هر حال من پس از این مقدمه که از شور و خروش و جنبش هایی که در داخل ایران هست شروع به صحبت کردیم، میخوام که اتاق فرمان لطف کنن با همدیگه بریم روی سایت خبرگر و از اولین خبری که دوستان من در بخش اصطلاح خبرگر اطلاعات رو میذارن اونجا شروع کنیم، که بریم سراغ موضوع مسخره، خنده آور، دردآور و رنج آور سعید طوسی، که واقعا این سعید طوسی کی هست، چی هست که خامنه ای اینجور اینو دوستش داره؟ علم الهدا قربون صدقش میره، علم الهدا در مشهد در ماه رمضان به تمام بچه مسلمونای زیر نظر خودشون در آستان قدس رضوی میگوین آقا جون کلاس قرآن داریم میذاریم، سعید طوسی از بیت رهبری اومده به همه بچه هاتون قرآن یاد بده. حالا چنو قرآنی بماند، شوفرهای شرکت واحد اینجا یه اشاره خاصی به دستشون میدن. و بعد چرا وقتی سعید طوسی دستگیر میشه، بعد از دستگیر شدنش که ده ها خانواده شکایت از او کردن به عنوان اینکه تجاوز به بچه هاشون کرده، سوء استفاده از قرآن کرده، سوء استفاده از این پلیدی ها کرده، این آقای سعید طوسی به راحتی نه به زندان میره، نه درگیر میشه، نه گرفتار میشه، با حکم ولایت فقیه، حکم خامنه ای از زندان میاد بیرون. بعد نیست بدونیم خامنه ای و سعید طوسی زمانی که سعید طوسی خودش هم بچه سال بوده در مشهد در کنار هم بودن، به نوعی خمینی میگفت من این رفسنجانی و خامنه روی پای خودم بزرگ کردم، گویا که خامنه ای و طوسی هم همدیگر رو روی پای همدیگه بزرگ کردن. برای همینم خامنه ای نمیتونه بذاره که ایشون در زندان بمونه و هر جوری هست از زندان میارش بیرون.
به هر حال خامنه ای توسی رو از زندان میاره بیرون، ولی به جاش مهرداد گریوانی، یک کاریکاتورکش، یک هنرمند، که این هنرمند اومده یک کارتون کشیده، توی اون کارتون طنز کرده این کثافتکاری سعید طوسی رو. سعید طوسی زندان نمیره، ولی آقای مهرداد گریوانی به خاطر که این کارتون ها رو کشیده الان تو زندانه. خیلی جالبه نه؟ کسی که تجاوز میکنه ناموس مردم رو عبه میبره، بچه های مردم رو به اون روز میندازه، میره اینطوری دست خامنه. یه بار دیگه اتاق فرمای عکس عاشقانه خامنه و طوسی رو لطف کنین نشون بدین روی تیتر اول خبر، رو صفحه اصلی خبرگر برگردین لطفا. خانه بله، حالا اون عکس خامنه ای رو با تو سعید طوسی یه ذره بیارینش جلو، مردم ببینن چه دستی تو دست همینا انداختن. عجب نگاه عاشقانه بین خامنه ای و طوسی، و این دوتا اینطوریه که نمیتونن همدیگر رو رها کنن. و بعد اون نگاه بغل چشمی اون یه نفرم که اون وسط نشسته رو بیننده های عزیز هم میهنان من ببینن، واقعا افتضاح نیست که یک کشوری به این روز بیفته که یه متجاوز با یه رهبر عکس عاشقانه میندازه، بعد مهرداد گریوانی یک کاریکاتوریست به زندان بره، چرا که فساد اینها رو افشا کرده. یه همیهن دیگه پشت خط، امیدوارم قطع نشه و حرف حسابی داشته باشه برامون بزنه، از داخل ایران هم هستن. بفرمایید، شما روی خط تلویزیون دیدگاه برنامه همبستگی نو هستید، با اوسانو صحبت میکنید. بفرمایید. آقای اوسانو خسته نباشید. مخلص شما هم، بفرمایید. هم میهن من بر پدر خامنه‌ای لعنت و هزار باد، ولی لعنت فایده نداره. برو اینو رو دیوار بنویس، مرگ بر خامنه‌ای. من یک آدم مستجرم آقای آشانده، برای پول اجاره مستجر. الان در ایران مثل الو. شما 10 میلیون نفر مستجرن، بی پولن، اخراجین، بیکارن و با ناله کردن درست نمیشه. شما که مثل خود من کارگر اخراجی میدونی که منم از سال 1387 تو زندان بودم، اخراجم کردن، حقوق ندارم. از تلویزیون بقیه حرفای منو گوش کن. ولی به خاطر اخراج شدن و بی پول شدن که زندگیمو تعطیل نکردم، مبارزه کردم. شما باید مبارزه کنی. یه کسی نفوت میزنه که چونش جای دشنه دشمنای شما که همه ما رو فقیر کردن هست. پس ببین هم میهن من، این که بیکاری، این که مستجری، این که پول نداری اجارتو بدی، برای ذلیل شدن کافی نیست. خامنه‌ای رو باید ذلیلش کنی. چرا؟ چون او هست که رهبری یه مملکتی رو به دست گرفته، یه مش دزد و علاف و وحشی و مادون حیوان و پایین تر از چاله میدون و بچه شهر نوعی رو آورده اینجا، سر مردم سوار کرده به نام پاسدار و هیئت مؤتلفه و دولت و حکومت. وقت من و توی زحمتکش کارگر باید بگیم آقا من لون مثلا لنگ نون شبم. خب فرق این دوستای من که زندانیان، اسماعیل عبدی، رضا شهابی، پیروز منصوری، خالد هردانی، نمیدونم سعید ماسوری عزیز، این دوتا بچه جوون که 10 سال زندانه، با من و شما که بیرونیم چیه؟ مریم خانم، آتنای دائمی، زینب جلالیان، نرگس محمدی، اینا آدم هن دیگه، زن و مردن، آدم هن تو زندانن، از حق دفاع کردن، دادخواهی کردن، ایستادن. این تازه عکس یک صدامشون هم نیست. مثل من و شما الان در ایران هزاران نفر همین دادخواهی رو دارن میکنن. شما با خانوادت از این کلاهایی که صورت رو میپوشونه درست کنین، فقط چشماتون بیرون باشه. الان زمستون سرده، یه قوطی رنگم بگیرین خانوادگی دو سه تا قلمو، یا با بچه های همسایه، یا با همکلاسی ها، یا همکارای چه میدونم بیمارستان، همکارای کارخونه، بری شروع کن دیوار نویسی. همه دیوار نویسی مرگ بر خامنه ای، ننگ بر خامنه ای، مرگ بر روحانی. حکومت دیکتاتور نمیخوایم، جمهوری اسلامی نمیخوایم، اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. تمام شهرهای ایران، دهاتهای ایران وقتی زیر این شعارها گم بشه، از این شعارها که نوشیم به دیوار فیلم بگیرین، عکس بگیرین، بفرستین برای همین تلویزیون ها، بفرستین رو تلگرام، بفرستین رو اینستاگرام، بفرستین رو فیسبوک، هر جا بذارین بقیه پیدا میکنن، تو دنیا پخش میشه. امروز همه دنیا فهمیدن که حکومت جمهوری اسلامی در حال سرنگونی افتادنه. برای همینم هیچ حکومتی با جمهوری اسلامی قرارداد نمی نویسه.
هیچ حکومتی به حرف جمهوری اسلامی تره هم خورد نمیکنه. تحریم هم که شده پولم که گیرش نمیاد، پول تو دست سپاه و بسیج مثل سابق نمیرسه. دلار چرا میشه 4500 تومن؟ چرا میشه 4700 تومن؟ چرا میشه 5000 تومن؟ برای تمام این حکومتی ها دلار ها رو برداشتن از کشور دارن خارج میکنن، مردم عادی بدبخت یا اون پاسدار بی سواد یا اون نیرو انتظامی نفهم یا اون یکی نمیدونم بسیجی نادان وای میسته با مردم بزن بزن باتون کشی. آخه احمق، بالا سریات همه دارن فرار میکنن، برو فرودگاه ببین چه خبره. همه بچه های حکومتی، همه آخونده که لباس شخصی پوشیده، 1800 نفر رو فقط روحانی نامه داده به وزارت کشور، گفته به اینا پاسپورت نام مستعار بدین درن. 1800 خانواده حکومتی که پولای من و تو هم قبلا فرستادن خارج از کشور، از همین پروژه های رضا زراب و اون آشغال بابک زنجانی و اون فرمانده های دوز سپاه و اون جعفری و اون سلیمانی، اون یکی پوفیوز و اون یکی فلان فلان شده تر از اون. اون وقت این پاسدار نفهم، اون نیرو انتظامی بی مخ، این بسیجی بی عقل وای میسه ملت رو بزنه که چرا اومدی؟ میگه آقا پولمو بده. اومده جلوی صندوق میگه آقا پولمو بده، پول مال خودمی، نمیخوام تو بانک تو باشه، نمیخوام تو صندوق اعتبار تو، بابا پولمو بده. ای بابا کتک باید بخورم، زندان باید برم، کی گفته اینو؟ اینجاست که این حکومت فرو میپاشه. خب پول مردم رو نداره بده و هر روز که ما مردم داریم میریم، مثل دیشب که فیلماش اومده چقدر زیاده، حتی بانک ملی که بانک اصلی الان پول مردم رو نداره بده. هم میهنا زودتر پولاتون رو بریم بگیریم، اینا همه رو دارن از کشور خارج میکنن. به قیمت دلار که نگاه کنین جواب سوال رو پیدا میکنید. ترس رو کنار بذارید، ماشیناتون رو بیارین تو خیابونا خاموش کنید، سر چهارراه ببندی خیابونا و چهارراه رو. خیابونا و چهارراه که بسته بشن دیگه نیروهای سرکوب حکومت نمیتونن از پادگانا بیان مردم رو بزنن. شما تو شهرید و شهر دست شماست وقتی خیابونا و چهارراه بسته بشن. همه تون برین به این به اصطلاح کارگرایی که زباله میبرن پول بدین، بگین آقای پولو بگیر زباله ما رو نبر تو ماشین شهرداری بریز، برین این زباله ما رو بریز تو چهارراه خیابونا بسته بشه. اصلا خودتون زبالتون رو وردارین ببرین بریزی تو خیابون، خیابونا رو ببندین با زباله، خیابونا رو ببندین چه میداره، برین خیابونا رو با زباله ها ببندین. وقتی خیابونا بسته شد نه ماشین نیرو انتظامی، نه گارد ویژه، نه اون موتور سواری های فلان فلان شده که پول میگیرن میان مردم بزنن، چجوری میخوام بیان؟ وقتی خیابون بسته است، شهر بسته است، ماشین پر شده تو شهر 4 میلیون تا ماشین، با چی میخوام بیان؟ با اون سپر و با اون کلاخود و با اون کفش سنگین و باتون و تفنگ و غلط میکنن راه نمیتونن بیان. اون وقت همه چی دست شماست. یعنی شما اون موقع شهر رو تسخیر میکنید، شهر که تو دست شما باشه همه امکانات دست شماست. یکی یکی از هر محله‌ای جوانای محل، دلاورای محل جمع شید، برین چیکار کنید؟ مسجد محل رو بگیرید، بسیج محل رو بگیرید، یکی یکی بعد برین کلانتری محل رو بگیرید. همین جوری که شما شروع کنید به گرفتن محلات و گرفتن بسیج و بستی نمیدونم دفترهای شرکت ها و جای مختلف ادارات بانکی و اینها، چه اتفاقی میفته؟ دستتون اسلحه میاد از تو خود کلانتری، دستتون اسلحه میاد از تو خود بسیج، دستتون اسلحه میاد از تو خود مراکز حکومتی. لازم نیست کسی از بیرون واسه ما اسلحه بیاره. اگه وقت این آشغالای تعمدی حکومت بخوان شما رو بزنن، میبینن شما مسلحی، اونام جرئت نمیکنن بزنن. به این میگن صلح مسلح. مثل اینکه الان روسیه موشک اتمی داره، آمریکا موشک اتمی داره، جفتشون از ترس اینکه جفتشون موشک اتمی دارن هیچ کدوم شروع کننده جنگ اتمی نمیشن. یه الاغایی مثل جمهوری اسلامی میخوان برن بمب اتمی درست کنن، موشک اتمی درست کنن، جلوشو میگیرن، چون اینا میرن بازی رو به هم میزنن، یه وقت دنیا رو به خطر میندازن. ولی اونا تنظیم کردن از قرارداد سالت یک و سالت دو که برژنف اون زمان با رئیس جمهور آمریکا بست، تا الان هم که بالاخره این بابا که شده رئیس جمهور روسیه، این یه قسمت رو داره مراقبت میکنه که جنگ جهانی را نیفته. پس با صلح مسلح ما میتونیم جلوی خونریزی، کشتار و تیراندازی و حمله حکومتی ها به خودمون رو بگیریم. مرحله بعد چیه؟ استانداری ها رو بگیریم.
شهرداری ها رو بگیری، کارگرام که اعتصاب کردن خود کارخونه ها رو میگیرن، مدیرا رو میگیرن، سرپرست های دزد و انجمن اسلامی و حراستی ها و شورا اسلامی ها رو میگیرن، همه رو میچپونن توی زندون. وقتی که اینا رو گرفتیم چپوندیم توی زندون، چپوندیم توی انباری ها، میریم کارخونه بعدی، میریم شرکت بعدی. به همین ترتیب در حاشیه دور شهر کارخونه ها و پتروشیمی ها و شرکت نفت و حمل و نقل هم که همه مهمتره، ما راننده ها کامیون دستمونه، اتوبوس ها دستمونه، تریلیا دستمونه، میتونیم هیچ کدوم این ماشینا تکون ندیم، بار نیاریم، شهرها تعطیل شه، گازوئیل واسه پمپ بنزینا نبریم، بنزین واسه پمپ بنزینا نبریم، بخش حمل و نقل بگیم باید هر باری با میبریم 5 میلیون تومان بدین تا ما ببریم خالی کنیم، ما خالی نمیکنیم. وقتی که ما بنزین ندیم به پمپ بنزینا، پمپ بنزینا چی میشن؟ بی بنزین، بی گازوئیل. پس بعدش ماشینا میشن بی بنزین، بی گازوئیل، اتوبوسا، مینی بوسا همه میخوابن. بعد باید بریم سراغ مترویا، با مترویا صحبت کنیم. ما ها از تلویزیون میگیم، شما که داخلین روبرو فامیل راننده مترو، همسایه یا دوست یا آشنا تو مترو کار میکنه، بریم به مترویا بگیم آجا ما تصمیم گرفتیم که شهر رو ببندیم تا نیروهای پلیس و سرکوبگر نتونن بیان ما رو بزنن. شما هم که راننده مترو این اعتصاب کنین. همین با اعتصاب راننده مترو چه اتفاقی میفته؟ وقتی که ما اعتصاب کردیم، نیروهای سپاه، نیروهای بسیج، نیروهای سرکوبگر از مترو هم نمیتونن واسه حمل و نقل نیروهاشون استفاده بکنن. خب مترو هم به بخش حمل و نقل شهری میپیونده. تمام نیروهایی که امروز میتونن با هم دیگه در کنار هم قرار بگیرن، همین نیروهای کار و تولید و خدماتن. فرمون دست ماست، قدرت دست ماست. شهر رو ببندیم، به پمپ بنزین میتونیم بنزین ندیم، بارهایی که باید بیاریم، بارهای غذایی رو حتی نیاریم، یه مقداری در مضیقه که مردم قرار بگیرن به خیابان ها و میدون ها بیان، برن به سر وقت حکومتگرها، دفاتر نماینده های مجلس، خود مجلس رو بگیریم، خود دفتر روحانی دوز رو تو پاستور بگیریم، دفتر خامنه ای آدم پشت رو بگیریم توی پاستور. وقتی که 2 میلیون نفر 3 میلیون نفر تو شهری که بسته شده، کی میتونه جرأت داره بیا روبروی ما؟ همه چی دست خود ماست، هم قدرت هم شهر. بعد هم صدا تلسیما رو که بگیریم، از اونجا اولین پیام های انقلاب ملی ایران رو میتونیم بخونیم و با دادن پیام های ملی انقلاب در همه شهرها مردم میفهمن تهران سقوط کرده و به دست انقلابیون افتاده. شهرهای دیگه هم حرکت میکنن، با همین بستن خیابان ها و چهارراه ها، ایجاد ترافیک، میرن مراکز دولتی و حکومتی و تصمیم گیری ها رو اونجا میگیرن. پس بستن چهارراه ها هم استراتژی هم تاکتیک در انقلاب ملی ایران یک راه عملی است به سوی پیروزی و آزادی ایران زمین و ما مردم ایران از چنگ هیولاهای نظام ولایت فقیه. پس این پروژه رو داشته باشیم، بستن خیابان ها و چهارراه ها رو و بستن مترو و اتوبوس ها، اتوبوس رانی ها، خطوط مختلف شهری و بین شهری هم که توسط تریلی ها و حتی ماشین های مساله که بیارن مساله ساختمانی رو بریزن تو خیابان ها، نخاله های آشغال رو بریزن تو چهارراه ها، سیمان بیارن بریزن، سیمان ها رو شوت کنن توی خیابان ها، ببندن همه راه ها رو. وقتی راه ها بسته شه، شهر دست ما مردمه و میریم دونه دونه فتح میکنیم مراکز دولتی، نظامی، انتظامی رو، و از همونجا پیروزی انقلاب ملی رو در صدا و سیما اعلام میکنیم و بعدم از همه مردم میخوایم که برن به مساجد محل، مسجدها رو بگیرن، بسیجا رو بگیرن، کلانتری ها رو بگیرن، اسلحه هاشون رو بگیرن، خل اصلاح کنن، تا میشه اگه مقاومت نکردن کسی رو کتک نزنن، کسی رو نکشن، تیراندازی نکنن. اما اگه کسی اسلحه کشید خواست بزنه، خب ما هم جوابشو میدیم، حق دفاع مشروع داریم و در سازمان ملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر هم حق دفاع مشروع به رسمیت شناخته میشه. هیچ جنایتی نکردیم که بعدم زندان ها رو باید حمله کنیم بهش. با شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردن، باید به میدان تظاهرات ها بیایم و بریم جلوی زندان ها و در زندان ها رو بشکنیم، دیوار زندان ها رو خورد بکنیم و زندانی های عزیزمون رو آزاد بکنیم. دستور کار اجرای ما بستن خیابان ها و رفتن جلوی زندان ها و آزاد کردن زندانی هاست. این دوتا دستور کار رمز پیروزی انقلاب ملی ایرانه. دوتا راهکاره، هم تکنیکیه هم تاکتیکیه. از این راهکارها باید استفاده بکنیم. خب حالا یکم از تو تحلیل میایم بیرون.
بریم روی سایت خبرگر با کمک دوستان اتاق فرمان روی دومین خبر اگه ممکنه با همدیگه بریم و دومین دختر انقلاب ملی ایران را حکومتی ها به اصطلاح دستگیر کردن. بله لطف کنید که اینو به همگان نشون بدیم، این عکسایی که اینجا هست عکس خانم نرگس حسینی هست، دومین دختر انقلاب ملی خانم نرگس حسینی، دومی کسی که دوشنبه 9 بهمن، حتی بشه عکساشون رو بزرگتر هم نشون بدیم که همیهنا بشناسن. بله تا اون پایین عکس داریم، ویدیو هم داریم وسط این عکس ها، همیهنا قیافه این عزیز رو ببینن، فامیلاشون، همکاراشون، بچه محلاشون بشناسن این عزیزان رو، صورتاشون رو همیشه بزرگتر و بله دیده بشن در ایران. این نرگس حسینی دلاور بعد از ویدای موحد دومی زنی است که پرچم آزادی رو به دست گرفت. ماموران امنیتی دیروز ایشون رو دستگیر کردن، به نقطه نامعلوم ایشون رو بردن. کوشا باشیم که نرگس حسینی دومی ژاندار که انقلاب ایران رو آزاد بکنیم و ایشون شعار آزادی داده، آزادی و برابری، آزادی و برابری برای زنها، مردا، برای همه مردم ایران. این کاری که ما بایستی انجام بدیم، کوتاه نیاییم و برای آزادی این دلاوران اون با شعار کار، مسکن، آزادی بریم جلوی زندانهای حکومت و با شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد، درهای زندانها و دیوارهای زندانها رو بشکنیم و با کارگر اعتصاب اعتصاب کارخونه ها رو به اعتصاب بشکنیم و هموطن اعتراض انتراض همیهنان رو به خیابانها میدانها بیاوریم. این رمز پیروزی انقلاب ملی ایران خواهد بود و این عزیزان ما مثل نرگس حسینی بانوی دوم، ژاندار که دوم آزادی خواه رو تا میتونیم همه جا پخش بکنیم. بدونیم که راه نجات ما در مبارزه است، در تسلیم پذیری نیز. خب داشتم براتون میگفتم از عزیزانی که رفتن بانک ها رو گرفتن، یه خبرم در سایت خبرگر همکاران من گذاشتن، سومین خبر بعد از همین خبر خانم نرگس حسینی که یه ویدیو خیلی خوبی از اینکه قطعی شدن ورشکستگی بانک ها معلوم شده، مردم از اینکه پولشون توی بانک ها باشه میترسن، هجوم گسترده مردم آوردن برای خارج کردن پول هاشون از بانک ها، به خصوص بانک ملی که بانک اصلیه ولی بانک ها به کسی پول نمیدهند. اگه اتاق فرمان لطف کنه بیاد توی سایت خبرگر زیر همونجا، بله این ویدیو رو با هم دیگه بزنیم، همیهنان ما ببینن، منم یه لیوان آب بگیرم و بنوشم، صدا واسه چه بیشتر تعریف کنم. لطف کنید بانک ملی، تجمع مردمی که پولاشون رو میخوان بگیرن نمیدن بهشون، اوضاع خیلی ریخته. دیدیم ازدحام مردم رو توی بانک ها که میرن ولی پول بهشون نمیدن. این مملکت ولایت فقیه چون در حال فروپاشی و سقوط کامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ایدئولوژی، زیست محیطی و همه چیز هست و دارن فرار میکنن. ای ملت، ما از این تلویزیون ها داریم به شما میگیم زودتر برید پولاتون رو از بانک ها بیرون بکشید، زودتر برید این وزارت خونه ها، این اداره ها، این دفاتر، این شهرداری استانداری بگیرید. اینا همشون دارن در میان، میان خارج ها، همشون پولا رو برشدن میان، تا تهموندش مونده برید یخه اینا رو بگیرید. نرفتن شما یعنی از دست دادن همه امکاناتی که دارید. ما دیگه با چه زبونی بگیم؟ اون که دست ما برمیاد اطلاع رسانیه، توضیح دادن روش های مبارزه است که خودمون کردیم. آخه یه از کسی میگفت مثلا طرف گوشه فلان رسیده میگه لنگش کن، ولی ما هم زندانش رفتیم، هم شکنجهش رو شدیم، هم کشتش رو دادیم، هم اینجا داریم مبارزه ادامه دادیم، همینجا هم میخوان ما رو ترور کنن، همینجا هم میخوان ما رو بکشن.
بارها اف بی آی به من تماس گرفته که از آمریکا چونه خارجی، حتی از این ایالت به اون ایالت میری به ما خبر بده بدون تو کجا میخوای بری. عوامل نفوذی حکومت که پول مردم ایران رو آوردن اینجا، اینجا نوکری حکومت رو میکنن و اینجا حتی ترور هم میکنن، پول به یه سیاه‌پوستی بدن یه فلانی بدن بزنه آدمای انقلابی و آدمایی که ضد حکومتن به این ببرن. به هر حال ما وظیفه‌مونه که اخبار رو بگیم به شما و کمک بکنیم اونایی هم که اهل مبارزن، عضو جنبش همبستگی شدن، عضو عیاران معیشت شدن، کماکان میدونن که حرف زدیم عملم کردیم، هرگز هم تنهاشون نذاشتیم. برای همینم هم هر روز به تعداد یارانی که عملگرا هستن نه حرف بزنن داره بیشتر میشه و ما ایمان داریم که این انقلاب با همیاری همه ما پیروز میشه. خبر دیگه مربوط به اعتصاب هست و تجمع اعتراضی کارکنان پیمانکاری شرکت ملی حفاری ایران. خب میدونیم که این شرکت های حفاری و اینها زیر نظر وزارت نفت و شرکت نفت هست. و وقتی اعتراض و اعتصاب میکشه به بخش های نفتی، یعنی رسیده تای تای خط و کفگیر به تای خط خورده، تای دیگ خورده. چرا؟ شما میبینید کارگرای بخش نفت، بخش پتروشیمی در اصلویه، در پارس جنوبی، در کنگان، پالایشگاه آبادان، پالایشگاه شازنده عراق، بخش پتروشیمی رامشی، رامهرمز، نمیدونم ماهشهر، همه در وضعیت بحرانی هستند و حکومت دیگه حتی نمیتونه مواد پتروشیمی بفروشه به خاطر قضیه تحریم ها. حتی اگه بتونه یه کمیش هم صادر کنه پولش به حسابش بر نمیگرده، چون تحریم بانکی بین المللی سر جاش قرار داره، چون بخش نفت و بخش اقتصادی ایران زیر نظر سپاه پاسدارانه، قرارگاه خاتم الانبیا و قرارگاه خاتم الاوصیا. وقتی همه اقتصاد ایران زیر نظر این شرکت های سپاه پاسداران و پادگان های سپاه پاسداران هست و سپاه هم تحریم جهانی شده، اطراف آمریکا هم تحریم دابل شده، پولی نمیتونن اینا بگیرن، برای همین به این رسوایی افتادن، برای همین دارن سرنگون میشن. برای همین وظیفه ما مردم هر چه زودتر حداقل برای پس گرفتن پولای خودمون و امکانات خودمون برویم و جلوی این فرار اینها رو بگیریم، دفاتر اینها رو بگیریم، صدا و سیما رو بگیریم، فتح بکنیم و کشور رو از دست اینها نجات بدیم. هر یه روزی که ما دیرترین تصمیم بگیریم و نریم و به اصطلاح دولت رو سرنگون نکنیم، خامنه‌ای رو دستگیر نکنیم، روحانی رو دستگیر نکنیم، بقیه سران حکومت رو نگیریم، اینها هر چی تمونده مملکت هم غارت میکنن و میکشن تو جیبشون رو دفرا. این از نظره که شما بدونید، راهی ندارید. فیلم بانک هم دیدید دیگه، همیهناتون دارن میرن بانک پول بگیرن، پولی بهشون نمیدن. شما مثل اینا، آقا پولمو بده، خبری نی، کتکم بخور، زندانم برو. تا بترسیم، تا پای انقلاب وای نستیم و انقلاب ملی که شروع شده رو پیروز نکنیم، همین وضعیت ادامه داره همیهنانه. خب با کمک اتاق فرمان بریم دوباره به سایت خبرگر و امامزاده خیلی خنده داره این خبر. امامزاده سازی در تخت جمشید، ظرف مدت 3 روز یک امامزاده جدید در شیراز رویید. یعنی در جلوی ورودی جاده‌ای که میره به طرف تخت جمشید شما یه حرفه میبینید یه امامزاده سبز شده اومده بالا. حالا اینو باید چیکارش کنیم؟ ببینیم گزارشی همیهن ما از مرودشت شیراز داده. مردم ایران سلام و عرض ادب. اینجا ابتدای جاده تخت جمشید هست. شما دارید ببینید که یه امامزاده همین 2-3 روز اخیر اینجا تأسیس کردن، آستان مقدس امامزاده ابراهیم. اونجام که میبینید چند تا ستون و یه چیز سبز هست، گنبدشه که تازه آوردن نصب کردن اونجاست. و اینم جاده تخت جمشید که اون ستونا رو شما میتونید اونجا ببینید، یعنی چیزی حدود 700-800 متر جلوتر ستونای تخت جمشیده. حالا من نمیدونم این امامزاده کی اینجا پیدا شد و تابلو هم آوردن واسه شیک نصب کردن. ما که اینجا زندگی میکردیم نبود این امامزاده، حالا جدیدن آوردن نصب کردن. توی عید نوروز مثلا تو یک روز 50,000 نفر آدم میان اینجا واسه دیدن تخت جمشید. با خودشون فکر کردن اصلا 10,000 نفر تو این 50,000 نفر آدم مذهبی پیدا میشه.
که بیاد نفری 2000 تومن بندازن تو این امامزادشون و یه پولی نصیبشون بشه. و نمیدونم واقعا در مورد ما چی فکر میکنن که اینقدر راحت این کارا رو انجام میدن. امیدوارم تموم بشه این کارا. بله، یک همیهن ما بود که گفتش جمعه میرن برای اعتراض به این امامزاده سازی دروغین در همون جلوی جایی که این امامزاده رو دارن علم میکنن و خیلی خوبه، شهامت پیدا کردن همیهنان ما، دیگه متوقف نمیشن و بلافاصله به سوی اعتراض کردن حرکت میکنن و این اعتراض کردن ها مطمئن باشید به سرنگونی حکومت میانجامه، چون هی تعداد اعتراض کننده ها در سیویل رزیستنس مقاومت مدنی بیشتر میشه و تعداد نیروهای حکومت که پول ندارن چماق به دست جدید بیارن و پول ندارن که بدن به اینا مردم رو بزنه و اونا میگن برای چی ما مردم رو بزنیم، پس وقتی که حکومت سرنگون شه سران حکومت فرار کردن، همه رفتن خارج، پولای ما رو بردن. وقت من پاسبون، من چون میدونم نیروی انتظامی، من یه بسیجی، من یه پاسدار کم درجه که تو خیابون ما رو میفرستن ملت رو بزنیم جواب بدم؟ به همین دلیل هستش که خب دیدن این اعتراض ها، دیدن این فیلم ها و دیدنی که همیهنان با این شجاعت فیلم میگیرن، از هر پدیده ای مستند میکنن و روی تلگرام و جای دیگه و برای سایت ها میفرستن. به همین دلیل هستش که ما پیروزی انقلاب ملی ایران رو 100% میدونیم، چون ما در حال پیشرفتیم و حکومت در حال عقب نشینی. خب یکی دیگه پیشرفتای ما چیه همیهنان ما؟ ژاندارک‌های آزادی ایران در انقلاب ملی ایران سراسری میشوند. انگار که این 2300 تا زن و دختر تبدیل شدن به میلیون‌ها زن و دختری که در پروژه‌های مثلا آزادی‌های یواشکی بودن، ولی امروز تبدیل شدن به پروژه‌های آزادی‌های علنی با پرچم مبارزه که همون روسریاست به دست، در همه شهرها به میدان آمدن، رو بلندی ها میستن و نشون میدن که دیگه این پرچم ها رو زیر بارش نخواهن رفت. با هم ببینیم، هم ویدیو داریم هم عکس دربارش صحبت کنیم. مرسی اتاق فرما. بله، دختر خانمی هستن در مشهد، با این شجاعت بیاد تو شهر مذهبی مشهد روسری رو میکنه، اعتراض میکنه به این سرکوبگری و اینکه آقا من این روسری رو نمیخوام، من این توسری رو نمیخوام، من این زور رو نمیخوام. همچنین که عکس‌های زیادتری هم زیر همین تصویر هست، دونه دونه با دقت با حوصله ببینیم. از اتاق فرمان خواهش می‌کنم مکس کافی بکنم که این شیرزنی، این شیردلاوری، این گردآفریدی، این ژاندارک بودن زنان ایران که بر علیه حکومت اشغالگر ولایت فقیه دارن مبارزه میکنن، دوشا دوش مردان، کارگران، معلمان، سندیکالیست ها، مبارزان مختلف در شهرها و مناطق مختلف رو ببینن. این عکس ها چقدر زیباست. این دختر با این شمشاد بالای اون سکوی برق رفته، ماشین پلیس نیروی انتظامی هم آمده ولی پایین نمیاد، وایساده اون بالا و میگه من اینجام با این روسری سفیدی که بر سر نمی کنم و تبدیلش کردم به پرچم آزادی، 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 آزادی. آن زمان که جان دادم در راه آزادی، دست خود شستم از دست خود زجان شستم از برای آزادی. و حالا این دختران جوان مثل دختران ما، مثل نوه‌های ما آمدن و تودهنی رو به نظام ولایت فقیه با این قدرت میزنن، نه در یه شهر، در رشت، در مشهد، در تهران، در کرج، تهران جاهای مختلف که خودش به اندازه 10 تا کشور جمعیت داره، 20 میلیون جمعیت، کوتا نمیان این دخترها، میترسن، نه بازداشت میشن میرن، مثل ویدا موحد میدونن دارن چه کار میکنن و آماده پذیرش هزینه هاش هم هستن. این هشدار باشه به اونایی که خارج از کشور میخوان مباشات کنن، خارج از کشور هم میخوان رأی بدن برن ایران، عوض میخوام عشق و حال کنن تو ایران، هم خارج از کشور عشق و حال کنن. دیگه نمیشه. مردم داخل ایران با این شجاعت جلوی حکومت وایسادن و شما را میشناسن، ما هم میشناسیم تو. هر کی که تو خارج بعد میره ایران رأی میده کیف بکنه، دلار 4000 تومانی ببره اونجا، عوض میخوام مزاحم زن و دخترهای مردم ایرانی بشه با پول ارزون و بعدم بیاد دوباره اینجا خارج از کشور پوز بده به اینکه آقا من رفتم ایران هیچ خبری هم نمون. نه، الان همین زن و دخترها شما رو تو فامیلشون میشناسن که میرین و میان. همین ماهایی که خارج از کشور شما که نوکری برای حکومت داری میکنین و میشناسیم، شناساییتون میکنیم،
اسمتون رو میذاریم تو سایت ها، عکستون رو میذاریم تو سایت ها، کسایی که با حکومت همکاری میکنن به حکومت رأی میدن، در اعدام ها، در کشتار ها، در غارتگری ها، در دزدی های حکومت سهیم میشن. 10% که برای منافع شخصیش منافع 90% رو میفروشه و با حکومت ضد بشر همکاری میکنه و این 10% خودش هم دگرندیشه و میدونه حکومت ضد بشریه، ولی برای پول، برای قرارداد، برای منافع کثیف و پست خودشون با این حکومت همکاری میکنن، شناخته میشن و ترتیبشون داده میشه، مردم اینا روش میشناسن، محاکمه میکنن، پاسخگو باید باشن و نمیتونن جلوی مبارزات مردم رو بگیرن. دامنه مبارزه گسترده است، چرا که سازماندهی ها گسترده است، تشکیلات ها زیاد شده، از همین اینترنت بگیر که صدها گروه تلگرامی و هزارها گروه دیگه هست، تا داخل شهرها، فامیلها، خونه ها، که هر یه نفر ما دعوت میکنیم به پیوندن به مبارزه، به دیوار نویسی، به شعار دادن، به خیابون اومدن، به درگیر شدن با عوامل حکومت و دادخواهی کردن. یعنی فقط ستم دیده نباشیم، وقتی ستم میبینیم بعدش بیایم دادخواهی بکنیم، داد بخوام بگم بیداد داری میکنی، ظلم داری میکنی، جلو ظلم بیستیم. حالا میریم با دوستانم در اتاق فرمان دوباره به سایت خبرگر و این دفعه یه خبر جالب دیگر هم با هم ببینیم. بازم یه اعتراض فوق‌العاده. 9 بهمن ما گلشهر شهر کرج به تهران که بسته است. اینم از بعد مترو پول بلیط رو هم ملت گرفتن، الان ملت معترض هم میگن پول بلیط رو هده حالا این برگرد. بله میبینی بی شرف بی شرف بی شرفی که به پلیس و نگهبانهای اون ایستگاه گلشهر میگن مردم. بله هر گوشه مملکت اعتراضی برپاست، دیگه سکوت نیست، هر گوشه قیامی برپاست. انقلاب ملی یعنی اینه، تمام ملت در همه مراکز زندگی و کار و تلاش و تولید و خدمات با بهانه های مختلف، با دلایل مختلف و با مطالبات مختلف به دادخواهی میان. هزاران نفری که در این ایستگاه مترو گلشهر بودن دیدید هم دیگه هم نمیشناختن، ولی چه خوب سازمانده شدن، چه خوب اعتراض کردن در رابطه با اینکه فروختی بلیتو ولی قطار راه نمیفته. ما پول دادیم قطار بر راه بیفته، قطاری که بلیتشو فروختی بر راه بیفته. انقلابی که قرار بود برای مردم عدالت، صلح، آزادی، رفاه، شخصیت بیاره، تبدیل شد به گنداب. که من روم نمیشه بگم انقلاب، بگم اتفاق 57، اتفاق، یه چیز بیهوده. و حالا این اعتراضات باز پس خواهد گرفت حقوق مردم رو از این غارتگران و این اشغالگران کشور ما. در پی این مبارزات که داریم نشونتون میدیم عکس و فیلم و مستند، این بار معلمان عراق رو میریم سری بهشون میزنیم. این معلمان دلیر که سازمان یافته شدن، نامه می نویسن، با شجاعت امضا می کنن، اسمشون رو پای نامه ها می گذارن در شهر عراق، که من از اتاق فرمان خواهش میکنم عکس من رو هم حتی کنار بذارن که بتونن تصویر رو بزرگتر نشون بدن، ببینن مردم این امضاها، این اسامی چقدر با شجاعت در یک شهر صنعتی عراق دارن می نویسن، امضا می کنن که اگر مطالبات من را ندهید سر کلاس نمی رویم. قدرت رو ببینید هم میهنان تو این تلویزیون ها، تو این فیسبوک، تو این ماهوارا پخش کنین این قدرت رو. معلم عراق به حکومت التیماتوم میده، اگر مطالبات ما را ندهید سر کلاس نمی رویم. اسم مستعارم این بعضی از مامورای نظام یا این بعضی از ایرانی های فرصت طلب که حتی تو فیسبوک و اینجور جاها هم اسم مستعار میذارن، تلگرام و ملگرام. آقا ما میخوام بریم ایران، میترسیم، خجالت نمیکشن. در داخل ایران معلم عراقی
اینجوری نامه می نویسه و اینجوری امضاشو پای ورقه میذاره و حکومت رو تهدید میکنه. وقت تو که خارج از ایرانی همه امکاناتو داری، امنیت هم داری، حاضر نیستی با این حکومت کثیف مبارزه کنی؟ از این امکاناتی که در اختیارت هست، از این امنیت و رفاهی که داری، از این دانشگاهی که بهت مفتی داده، این نامردیه، این پستیه که کسایی که امکان مبارزه دارن اون صدای دادخواهانه مردم داخل کشور رو میتونن به یه جایی برسونن، با نامردی تمام در مبارزه شرکت نمی کنن. فقط به این بهانه که آقا من خانواده‌ام اونجاست، من خانواده من اونجا نیست، من خانواده همه اینایی که دارن مبارزه میکنن اونجا نیست. این چرندیات چیه؟ امروز صبح من با یک دوستان صحبت میکردم، کتاب نویس هم هستن، در دانشگاه NYU هم درس میخونن، اسمشون هم هست، اگه لازم بود کتما خواستم بکنن میتونم بگیم، دوستم شدیم، قرار من باهاش مصاحبه کنم، یه قسمتی از این مسائل خاطرات دهه 80 سندیکای کارگری بگم تو کتاباش بنویسه. ولی میگه من باید فکر کنم به میتینگ برای آزادی زندانیان سیاسی در جلوی سازمان ملل یا در شهر واشنگتن جلوی کاخ سفید بیام یا نیام. میگم چه فکری داره؟ اونا تو زندانن، دارن شکنجه میشن، این جوونا رو گرفتن 70-80 تا زیر شکنجه کشتن، قرص بهشون دارن به زور میدن، مسمومشون دارن میکنن. وقت تو میگی من برم فکر کنم بیام شعار زندان سیاسی آزاد باید گردد بدم یا ندم؟ آخه چه حرفی تو میزنی؟ میگه آخه میدونی من برای خودم که نمیگم، میگه برای چی میگی؟ میگه خانوادم در ایرانه، مثل که بقیه مردم که تو ایرانن خانواده نیستن، مثل اینا که در ایرانن آدم نیستن، اینا که دارن مبارزه میکنن، اینا که زندان میرن، اینا که کتک میخورن، اینا که شکنجه میشن، اینا که دیوار نویسی میکنن، اینا که سخنرانی میکنن با این شجاعت، این همه زن دختر، این زنا و دخترایی که الان میرن این روسری حکومت رو سر چوب میکنن، میکننش پرچم ژان دارک، اینا آدم نیستن. فقط خانواده تو و شخص تو یه نفر باید بیای آمریکا، بیای اروپا، بیای استرالیا، بیای دور دنیا عشقتو بکنی، دانشگاه مفتی بری، بهتر امکانات استفاده بکنی، وامای آنچنانی بگیری، بارتم بری، شنبه شنبه تفریحتو بری، سفر به کیف دنیاتو بکنی، بعدم بری داخل جمهوری اسلامی لاف بزنی، حالم بکنی، بعدم بگی آره خیلی جمهوری اسلامی خوبه، ما رای میدیم، به روحانی هم رای میدیم، به جسمانی هم رای میدیم. عذر میخوام اینا فوش بدم، والله چی بگیم به اینا؟ و توی آمریکا در یه امنیت کامل یه تظاهرات بیای که 200 آدم دیگه هم هستن جلو سازمان ملل که زندانی سیاسی آزاد کنین، این 6000 تا جوون رو گرفتین آزاد کنین، نکشین این زندانیا رو. من فکر کنم ببینم چی میام نمیام. آخه به اینا چی بگیم؟ ایرانی به اینا بگیم انسان؟ بعد کتابم آقا داره مینویسه چی من بهش میگم؟ چون با خودش همه این حرفا رو زدم به شما میگم ها، امروز صبح همه این حرفا رو با خود این آدم زدم، ولی جوابش دل منو رنجونده. میگه من فکر کنم، جوابتون رو بعدن میدم. جوونا ایرانی دارن کشته میشن تو زندان، شکنجه میشن، تجاوز بهشون میشه، دختر و پسر رو میگیرن میبره. این آدم اسکیز خوش روشن فکر میذاره در دانشگاه NYU، یکی گرونترین دانشگاه دنیا، مثلا سر خیرش داره درس میخونه، باید فکر کنه که در تظاهرات برای آزادی زندانیان سیاسی ایران بیاید یا نیاید. ما به اینا چی بگیم؟ این دوستان فیسبوکی یه جمله اینجا بنویسن من ببینم چی میگیم به اینا ما. خلاصه این وضع دیگه، ما با مبارزمونو رو شونهای طبقه کارگر، رو زحمتکشان، رو زنان، رو دختران، رو مزبگیران، رو ستم دیدگان دادخواه، معلمان، خبرنگارای مبارز پیش ببریم. از این کسایی که در این جای شیک و عیونی صدها هزار دلار سالیانه خرج تحصیل و بخور و بریز و بپاش و سفر و بلیط هواپیماشونه، چیزی گیر مردم ایران نخواهد آمد. خود ما کارگرا باید این کارو کنیم، خود بچه کارگرا، دانشجوی فقیر، این وضع ماست. تشکر میکنم از اتاق فرمان، با همدیگه بریم یه سری بزنیم به چغندرکاران چهارمحال و بختیاری. این چغندرکارا هم جزء دلاورا هست. چرا؟ چون که این چغندرکارا رفتن چغندر کاشتن، زمین رو آباد کردن، بعد که این زمین رو آباد کردن سختی کشیدن، پدرشون در کشاورزی خیلی کار سختی، هم میهنا من کردم، من میرفتم در مزارع ورامین تا به سونا موقعی که استماع تعطیلی بود همراه شوهر عمم یا عموم
یا بعضی دیگه فامیلامو که سیفی درست میکردن، کشاورزی درست میکردن، گوجه، خیار، بادمجون، کدو، از این چیزا میکشه کار میکردن و دیدم چقدر سخته. خیلی بیل باید بزنی، گوشه ها رو ببندی، کرت رو درست کنی، آب از این باید بیاد، آب از اون باید بره. و حالا با این بدبختی، این چغندرکارا این محصول رو درست کردن، بردن که آقا ما این چغندر رو درست کردیم، بدیم به کارخونه قند، بدیم به مثلا وزارت کشاورزی، بدیم به جایی که بایستی به اصطلاح این رو پولش رو به ما بده، تبدیل به قند و شکر و هر چیز دیگه ای بشه. این کشاورزان شلمزاری که به امید دریافت پول خودشون بودن و بردن این چغندرها رو تحویل کارخونه قند هفشجانی دادن، هرچی میدن تابستون تا حالا پولشون رو بگیرن بهشون پول نمیدن. 50 میلیارد تومان اینا طلبکارن پول این چغندراشونه. وقتی خامنه ای فلان فلان شده و این سرای سپاه فلان فلان شده و این هیئت مؤتلفه و این حکومتی های کثیف و خائن روحانی و خاتمی و این دزدای حکومت و این اشغالگرای آخوندای مفخور، میلیارد میلیارد دلار، نه 50 میلیارد تومان واسه چند هزار کارگر کشاورزی رو میدن به حزب الله لبنان، میدن به سوریه، میدن به یمن، میدن به بحرین، میدن به نیجریه، اونور آفریقا. آقا این پول مال این مردمه، این سرزمین مال این مردمه. اینه که باید این انقلاب ملی پیروز بشه. اینه که این انقلاب ملی بایستی بیاد به میدون، همه مردم باید بیان. از این حکومتی کثیف باید پس بگیریم این کشور رو. از این غارتگرهایی که اصلا انسان نیستن، چه برسه بگیم ایرانی نیستن. به همین ترتیب بسیاری از اخبار دیگه داریم، ده ها خبر در طول روز از اعتراض، از اعتصاب، از تجمع، از دیوار نویسی، از شعار دادن، از فریاد و دادخواهی، از فیلم های زیادی که در تلگرام ها جای دیگه میاد. هم میهنان من دقایق آخر به اصطلاح برنامه و روزها ماهای آخر مبارزه، پیروزی با ماست، حکومت سرنگونه، شک و تردید نداره و برای اینکه کم هزینه تر و زودتر اتفاق بیفته تعداد بیشتری باید بپیوندن، میلیون ها میلیون ایرانی باید به انقلاب ملی ایران بپیوندن. فکر میکنم دیگه وقتی من ندارم، اتاق فرمان اشاره به من دادن. به امید ایرانی آباد و آزاد و با اتحاد، همبستگی و قدرت، با شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد به جلوی زندان ها بریم و با شعار کار، نان، مسکن، آزادی، این از شعار ملی، در خیابان های ایران فریاد دادخواهی خودمون رو در همه شهرهای ایران سر بدهیم. کار، نان، مسکن، آزادی، این از شعار ملی. کار، نان، آزادی، این از شعار ملی. با این شعارها این هفته به سوی سرنگون کردن حکومت یک گام نزدیکتر میتونیم بشیم. اتحاد، مبارزه، پیروزی. بدرود.